سرخط خبرها. اصفهان باز هم پشت به دشمن. تجمع هزاران نفر از مردم اصفهان به صید خروشان براندازی تبدیل شد. سوتی و گاف بزرگ ابراهیم رئیسی و تشکیلات ریاست جمهوری در معرفی وزیر جدید آموزش و پرورش. تعیین جایزه 10 میلیون دلاری کاخ سفید برای اطلاعات درباره دو ایرانی. درود بر شما همراهان کانال ایران، خوشحال می‌شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید. در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از همراهی شما. مشروح اخبار. اصفهان باز هم پشت به دشمن. تجمع هزاران نفر از مردم اصفهان به سیل خروشان براندازی تبدیل شد. هزاران نفر از شهروندان اصفهان و کشاورزان استان صبح شنبه 29 آبان 1400 در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند. این تجمع در پاسخ به فراخوان کشاورزان که پیشتر اعلام شده بود شکل گرفته است. خامنه ای خائن و بقیه آخوندهای فاسد خوب این تصاویر را ببینند. حماسه همبستگی مردم اصفهان قابل الگو برداری است. مردم اصفهان در پاسخ به فراخوان عمومی کشاورزان معترض با حضور گسترده در پل خاجو و بستر خشکیده زاینده رود بار دیگر رمز اتحاد و همدلی را در مواجهه با ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی معنا کردند. سیل خروشان جمعیتی که از اقصا نقاط استان اصفهان به این تجمع بزرگ اعتراضی پیوستند هر لحظه در حال افزایش است. هزاران نفر از شهروندان اصفهان صبح روز جمعه 28 آبان 1400 در پاسخ مثبت به فراخوان کشاورزان معترض استان به تجمع آنها پیوستند و صبح امروز شنبه 29 آبان نیز پرشورتر به خیابان‌ها آمدند. این تجمع در اعتراض به برنامه‌های ناکارآمد و غیر کارشناسی انتقال آب که سبب خشک شدن زاینده رود و زمین‌های کشاورزی شده شکل گرفته است. کشاورزان مناطق شرق و غرب استان اصفهان از دو هفته پیش در اعتراض به دریافت نکردن حقابه کشاورزی برای کشت پاییزه اعتراضاتی پیوسته را آغاز کرده و از 12 روز پیش تا کنون در بستر زاینده رود در اصفهان تحصن می کنند. برخی گزارش ها حکایت از فشارهای امنیتی و تهدید علیه کشاورزان معترضی دارد که طی روزهای گذشته با برپا کردن چادر در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند. کشاورزان شرق و غرب اصفهان دو چادر بزرگ با رنگهای قرمز و آبی در محل برپا کردند که چادر قرمز مربوط به کشاورزان شرق این استان و چادر آبی در ارتباط با کشاورزان غرب اصفهان است. رسانه‌های حکومتی داخل ایران نیز پس از تجمع هزاران نفر در شهر اصفهان نتوانستند اعتراضات کشاورزان را نادیده بگیرند، اما
گزارش دادند که این تجمع فقط برای باز شدن آب زاینده رود است. منابع مطلع به کیهان لندن میگویند اینترنت موبایلی در حوالی پال خاجی و اصفهان محل تجمع معترضان قطع شده و در برخی نقاط دیگر شهر با اختلال روبروست. این همه در حالی است که شمار شرکت کنندگان در این تجمع آنقدر زیاد است که به گفته برخی منابع درگیری با مردم و سرکوبانها در عمل غیر ممکن می شود. برگزاری اعتراضات کشاورزان استان اصفهان و این تجمع هزاران نفره در دومین سالگرد اعتراضات آبان 98 قابل توجه است. کشاورزان اصفهان در اعتراضات سراسری پاییز و دی 96 نیز با شعارهای ناب مانند پشت به دشمن رو به میهن که در نماز جمعه این شهر پشت به تریبون امام جمعه سر دادن حضور فعال داشتند. شامگاه دیروز پنجشنبه 27 آبان 1400 نیز برخی شهروندان اصفهان نام میادین و چهار راه‌ها را به آبان 98 تغییر دادند. دور تازه اعتراضات کشاورزان اصفهان از روز دوشنبه 17 آبان آغاز شده و به صورت شبانه روزی ادامه دارد. در این مدت هر روز اقشار مختلف مردم اصفهان با حضور در زاینده رود به حمایت از کشاورزان پرداختند. کشاورزان معترض در استان اصفهان از 4 سال پیش که اعتراضات سراسری 96 در پاییز شکل گرفته و در دی ماه به اوج خود رسید، اعتراضات خود را در قالب تجمع و تظاهرات نشان دادند. این در حالی است که مقامات نه تنها حقابه کشاورزان را تأمین نکردند، بلکه حقابه کشت‌های پاییزی آنها نیز امسال قطع شد. کشاورزان به پروژه‌های غیر کارشناسی انتقال آب زاینده رود و دریافت نکردن حقابه زمین‌های کشاورزی معترض هستند. شماری از شهروندان در استان اصفهان نیز به اعتراض کشاورزان پیوسته و خواهان باز کردن آب به روی استان اصفهان هستند. سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت 13 که در سفر زنجان به سر می‌برد روز گذشته وعده ی حل مشکلات کشاورزان را داد. او در سخنرانی در شهر زنجان گفت ما در تلاشیم تا از کشاورزان به عنوان ضامن امنیت غذایی کشور حمایت کنیم و نظر ریاست جمهوری هم حمایت از کشاورزان و پایداری امنیت غذایی کشور است. رضا جعفری عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان نیز وعده داده که موضوع توزیع آب برای کشت پاییزی کشاورزان اصفهان تعیین و تکلیف شود. به گفته عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان شت گندم باید در برج 9 تمام شده باشد و پس از آن در اصطلاح کشاورزی دوره پرهیز است که در ماه دی به دلیل سرما و یخبندان نمیتوان کشت کرد و بذر از زمین بیرون رود. خبرگزاری مهر نیز گزارش داده که با پیشنهاد سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان مقرر شد در این هفته کمیته ای از نمایندگان استانداری آب منطقه جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان اصفهان تشکیل و تا پایان هفته درباره توزیع آب برای کشت پاییزی کشاورزان غرب و شرق اصفهان تعیین تکلیف و تصمیم گیری شود. البته کشاورزان بدون توجه و اعتنا به این وعده های تکراری که هرگز به آنها عمل نشده و با شرایط بحران اقلیمی و کمبود آب می دانند که هیچ کاری نیز از دولت 13 بر نمی آید. اعتراضات خود را ادامه داده و مردم اصفهان نیز از فراخوان تجمع که از سوی کشاورزان صادر شده بود با حضور هزاران نفری حمایت کردند. کمبود آب و تهدید کشاورزی که مستقیم به شرایط طبیعی و اقلیمی و فصلی مربوطند مشکلی نیست که با وعده بتوان آن را فعلا مسکوت گذاشت. تکمیلی شاهزاده رضا پهلوی در توییتی که دقایق پیش منتشر شد همبستگی مردم اصفهان با اعتراضات کشاورزان این استان را الگویی برای همبستگی و همصدایی اعتراضات در سراسر ایران دانست.
صوتی و گاف بزرگ ابراهیم رئیسی و تشکیلات ریاست جمهوری در معرفی وزیر جدید آموزش و پرورش. در نامه ابراهیم رئیسی با امضای رئیس جمهور اسلامی ایران که بیش از 40 سال قاضی بوده و ادعا شده که اخیراً دکترای حقوق گرفته، آمده است در اجرای ماده 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر یوسف نوری را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می نمایم. علاوه بر متن ضعیف این نامه جای بسی تأسف است که ابراهیم رئیسی نمی داند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلا ماده‌ای وجود ندارد و آنچه در این قانون وجود دارد فقط و فقط اصل است ولا غیر. استفاده از واژه ماده 133 قانون اساسی در نامه رسمی با امضای ابراهیم رئیسی به این معناست که در تشکیلات ریاست جمهوری فعلی از خود ابراهیم رئیسی گرفته تا معاونت حقوقی و دفتر عریض و طویل ریاست جمهوری با رئیس دفتری که عمری قضاوت کرده و هیئت رئیسه مجلس حتی یک نفر هم نبوده است که متوجه گاف به این بزرگی شود. تعیین جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعات درباره 2 هکر ایرانی. ایالات متحده علیه 2 شهروند ایرانی به اتهام راه اندازی یک کارزار اطلاعات نادرست سایبری برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کیفرخواست صادر کرد و برای ارائه اطلاعات درباره آنها جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد 6 ایرانی و 1 گروه ایرانی را به دلیل تلاش برای نفوذ در انتخابات سال 2020 آمریکا در فهرست تحریم ها قرار می دهد. سید محمد حسین موسی کاظمی 24 ساله و سجاد کاشیان 27 ساله متهم هستند که اطلاعات محرمانه انتخاباتی ایالات متحده را دست کم از 1 وبسایت انتخاباتی ایالتی دریافت کردند و با دیگر افراد برای انتشار اطلاعات نادرست به منظور تضعیف اعتماد آمریکایی‌ها به روند انتخابات توطئه کردند. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفتند که هیچ مدرکی دال بر تأثیر هر یک از این فعالیت‌های هکری بر نتایج انتخابات وجود ندارد. در کیفرخواست منتشر شده، هکرهای ایرانی برای انتشار اطلاعات نادرست درباره انتخابات به شبکه کامپیوتری یک شرکت رسانه‌ای آمریکایی که نامی از آن برده نشده است دسترسی پیدا کردند. طبق این کیفرخواست، توطئه آنها با مداخله FBI و شرکت مذکور خنسا شده است. در این کیفرخواست همچنین گفته شده است که این هکرها پیام‌هایی را به اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا ارسال کردند. آنها خود را از اعضای یک گروه راست افراطی پسران مفتخر معرفی کرده بودند. طبق این کیفرخواست آنها سعی کردند به داده‌های مربوط به ثبت نام رای دهندگان از 11 وبسایت دولتی دسترسی پیدا کنند و در 1 مورد موفق شدند داده‌هایی را از 1 وبسایت دولتی دانلود کنند که حاوی اطلاعاتی درباره 100 هزار رای دهنده ثبت شده بود. این کیفرخواست نشان می‌دهد که چگونه 2 هکر مستقر در ایران یک کارزار هدفمند و هماهنگ را برای از بین بردن اعتماد به یک پارچگی روند انتخابات ایالاتی متحده و ایجاد اختلاف بین آمریکایی‌ها به راه انداختند. ماتیو جی اولسن دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری گفت این کیفرخواست نشان می‌دهد که چگونه 2 هکر مستقر در ایران یک کارزار هدفمند و هماهنگ را برای از بین بردن اعتماد به یک بارچگی روند انتخاباتی ایالات متحده و ایجاد اختلاف بین آمریکایی‌ها به راه انداختند. سوءزن ایالات متحده درباره دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری 2020 در اکتبر سال گذشته مطرح شده بود. 2 هفته قبل از انتخابات نوامبر، مقامات ارشد اطلاعاتی در دولت ترامپ مدعی شدند که روسیه و ایران هر دو در تلاش برای مداخله در انتخابات هستند و به برخی از اطلاعات ثبت نام رای دهندگان ایالات متحده دسترسی پیدا کردند. برخی از رای دهندگان گزارش کرده بودند که ایمیل هایی را دریافت کردند که ظاهراً از طرف گروه پسران مفتخر بوده است.
طبق اسناد دادگاه ها، هکرها امیدوار بودند از دسترسی خود به شرکت رسانه‌ای برای انتشار اطلاعات نادرست درباره انتخابات استفاده کنند، اما FBI به شرکت قربانی هشدار داده بود و به آنها کمک کرد تا هکرها را بیرون کنند. از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت اینترنتی ایمننت پاسارگاد و 6 کارمند این شرکت از جمله 2 فرد متهم شده را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.